همیهنان گرامی، بینندگان ارجمند برنامه های بنیاد آینده در تلویزیون اندیشه، من محمد امینی در یکی دیگر از برنامه های برگی از تاریخ، از سری برنامه های برگی از تاریخ، پاسی رو با شما خواهم بود. سروده است که میگویند از کارهای رودکی است، از هزار و اندی سال پیش، آنکه نامخت از گذشت روزگار، نیز ناموزد ز هیچ آموزگار. حالا این رو اگر رودکی گفته باشد، سروده باشد، یا به نام رودکی نوشته باشند، به هر روی سروده بسیار به جایی است که کسی که از روزگار درسی نمیگیرد و از روزگار نمیآموزد، از هیچ آزمون دیگری هم نخواهد آموخت. یکی از درس هایی که نسل من و نسل پس از من و همه نسل های پس از دوران انقلاب 57، نسل پیش و پس از من، باید به یاد داشته باشند و بدانند که تاوان و زیان این درس ناموخته رو، یا درسی که به هر روی در اون هنگام نمی دانستند رو پرداختند، در چگونگی گرد آمدن مخالفان رژیم گذشته ایران برای براندازی ساختار پادشاهی و یاری رساندن به فراز آیت الله خمینی به فرمان روایی جامعه ایران است، پیدایش جمهوری اسلامی. یکی از برجسته ترین دستاوردهای انقلاب مشروطه در این بود که آرمانخواهان مشروطه خواه مدرنیستای ایران در دشمنی با دولت قاجار گرده هم نیامده بودند، بلکه برای دستیابی به یک آرمانی، آرزویی، چشمندازی گرده هم آمده بودند. یعنی اونها اگرچه با دولت قاجار سر ستیز و نافرمانی داشتند و از خودکامگی پادشاهان قاجار بیزار بودند، بیشتر دغدغه واپسماندگی ایران رو می داشتند و امیدوار بودند که ایران بتواند یک پنجره رو بگشاید که از این پنجره به سوی دنیای پیشرفته نگاه بکند و رفته رفته این پنجره دری بشود و از این در ما بتوانیم به سوی یک دنیای پیشرفته گام برداریم. بسیاری از اونها یا از راه سفر یا از راه خواندن نوشتارها با ارزش‌های دنیای مدرن آشنا شده بودند و این ارزش‌های دنیای مدرن رو در نوشته های خودشون، گفتارهای خودشون، حتی در داستانهایی که بازگو می کردند، اینها رو به میان ایرانیان آوردند و یک خانواده بزرگ فکری به وجود آمد که در این خانواده فکری از شاهزادگان و میرزایان درباری و دولتی تا بازاریان، روحانیان به گفته اون زمان منور الفکر یا روشنبین، تا آدم هایی که چپ بودند، سوسیال دموکرات بودند، با ارزش های سوسیالیستی آشنا شده بودند و اونهایی که با ارزش های لیبرالیسم اروپایی آشنا شده بودند، یک خانواده بزرگی به وجود آمد که این خانواده بزرگ مبنای گرد آمدنش دشمنی و کوشش برای براندازی دولت قاجار نبود، کوشش برای ساختن یک ایران مدرن بود. اختلاف های هم داشتند، ولی روی هم رفته به حکومت قانون می اندیشیدند، به مشروط کردن قدرت پادشاه می اندیشیدند، به ساختن یک دستگاه فرمان روایی مدرن می اندیشیدند و امنیت ایران رو می خواستند، امنیت راه ها رو می خواستند و توسعه اقتصادی رو جستجو می کردند. همه این مجموعه در این فکر مدرن سازی ایران بازتاب یافت و به انقلاب مشروطه انجامید و می دانیم که پس از اون هم ایران در زمینه هایی توانست کامیاب بشود و در زمینه هایی ناکام ماند. ولی روی هم رفته موضوع مشروطه در واقع نگاه به جلو بود. بار دیگر هم ما این آزمون رو در جریان ملی شدن صنعت نفت دیدیم که در اونجا هم ملت یک پارچه شد برای دستیابی به صنعت نفتی که از آن ایرانیان است، یعنی ملی کردن صنعت نفت. از
گفتگو با شرکت نفت ایران و انگلیس آغاز شد برای گرفتن امتیاز بیشتر. به جایی نرسیدند تا سرانجام جنب و جوش ملی کردن صنعت نفت بالا گرفت به رهبری زندیات محمد مصدق. بارها گفتم فکر او نبود، دیگران هم پیش از او به این اندیشه افتاده بودند، اما این فکر که به راه افتاد، او در واقع در پیشاپیش این اندیشه قرار گرفت و توانست آن را به سرمنزل مقصود برساند. در اونجا هم موضوع بر سر این نبود که ما میخواهیم دشمنی با مثلا دربار یا شاه داشته باشیم، به هیچ رو. موضوع بر سر این بود که ما میخواهیم بر صنعت نفت خودمان چیره باشیم، این از آن ماست و دیگران نباید مالک این صنعت نفت باشند و به ما تنها یک بخش ناچیزی از اون رو بپردازند و هیچ حساب و کتابی هم در پیش نباشد. در اینجا هم ما موفق شدیم مانند آغاز انقلاب مشروطه، از اونجایی که در یک چشمانداز آن چیزی که میخواهیم گرد هم آمده بودیم. اما انقلاب 57 و پیش درآمد انقلاب 57 چنین نبود. یک فریب بزرگ تاریخی جامعه ایران خورد و در این فریب بزرگ تاریخی روشنفکران غیر مذهبی جامعه هم نقش بزرگی داشتند. تنها نیروهای مذهبی نبودند که جامعه را فریب دادند. کسانی که از این خانواده مذهبی هم بیرون نیامده بودند، از جمله جریان‌های چپ ایران، هم در این فریب تاریخی نقش داشتند، نقش بزرگ داشتند. من به این نمی‌پردازم که محمد رضا شاه پهلوی تا چه اندازه به دلیل ندیدن شرایط ایران و خودسرانه و خودکامانه کشور رو گرداندن، چه زمینه ای رو برای این نارضایی ها فراهم کرد، به این نمی‌پردازم. آنچه که می‌خوام بپردازم در این است که هنگامی که جنب و جوش سیاسی ایران در سال 56 و 57 در گرفت، آدمی مانند خمینی توانست با یک تردستی بر جریان ها چیره بشود، به این معنا که آمد و گفت شاه باید برود و همه مسئله رو بر سر سرنوشت محمد رضا شاه و سرانجام پادشاهی در ایران قرار داد. و مخالفان رژیم گذشته ایران هم که خیلی از اونها پیشتر به دنبال اصلاحات بودند نه به دنبال انقلاب، اونها هم وارد این کارزار شدن که شاه باید برود. یعنی برخلاف انقلاب مشروطه و جنبش ملی شدن صنعت نفت، یک اتحاد بزرگ بر سر این که چه نمیخواهیم به وجود آمد. یعنی انقلاب مشروطه و جنبش ملی کردن صنعت نفت، ملی شدن صنعت نفت بر سر این بود که چه میخواهیم، در حالی که انقلاب 57 بر سر این که چه نمیخواهیم یک جبهه بزرگی ایجاد کرد. شاه نمیخواهیم، پادشاهی نمیخواهیم، دست آمریکایی ها از ایران باید کوتاه شود، استقلال، آزادی و پسوند پس از اون جمهوری اسلامی. و به این ترتیب جامعه ایران خودش رو فریفت و به دام این گرفتاری امروز افتاد که 40 سال است بر سر ما چیره شده، بر سر ما فرود آمده. بختکی است که به راستی باید گفت دست از سر این جامعه بر نمی دارد. این که می گویم آن که نامخت از گذشت روزگار، مراد من همین است. ما یه درس تاریخی پشت سر داریم که در یه دورانی به نادرست بر سر این که چه نمی خواهیم چنین بلایی بر سر جامعه ما رفت. ما به جای اینکه بیاییم در اون دوران بگوییم که این نقد ها رو به رژیم گذشته داریم و در این زمین ها باید اصلاحات صورت بگیرد و در این زمینه چنین و چنان باید کرد و چه چیزی رو میخواهیم، همه با هم یک پارچه شدند. یعنی آدم هایی که مانند پیروان آقای شریعتی بودند، پیروان فدایان اسلام، با جریان های هوادار سوسیالیسم دولتی، با جریان ها طرفداران سوسیال دموکراسی اروپایی و حتی بخش بزرگی از جبهه ملی لیبرال دموکراسی ایران و بسیاری نیروهای دیگر، همه یک پارچه شدند. اگر اینها می آمدند و می گفتند ما چه می خواهیم، ممکن نبود هواداران آیت الله خمینی، آدمی مانند مثلا آقای بهشتی یا
دیگر رهبران این جنبش مذهبی خود آیت الله خمینی بتوانند با گروه هایی که در نگاه اونها آزادی های لیبرالیزم غربی وجود می داشت، یا کسانی که حتی به سوسیال دموکراسی اروپایی می اندیشند، حتی کسانی که به سوسیالیسم دولتی شبیه شوروی می اندیشیدند، بتوانند در یک زمینه با هم یکی بشوند، یک پارچه بشوند و هدف مشترکی رو دنبال بکنند. ولی چون این بحث رو کنار نهاده بودند، یعنی این گفتگو بر سر که چه می خواهیم رو کنار نهاده بودند و فریب وعده های دروغین آیت الله خمینی رو خورده بودند، در این زمینه که چه نمیخواهیم با هم یک پارچه شدند. شاه نمیخواهیم، پادشاهی نمیخواهیم، جمهوری میخواهیم. حالا این جمهوری از چه مایه‌ای باشد دیگر مهم نبود، و این است که ما امروز 39 40 سال است که گرفتار این جمهوری ولایت فقیه هستیم که هیچ چیزی از آن شبیه یک جمهوری به مفهوم مدرن کلمه نیست. یک ولی فقیه بر بالا نشسته، از یک سرندی آدمهایی رو که میخواهند رئیس جمهور یا کاندیدا برای حتی مجلس بشوند، از این سرند رد میکنند و میگویند اینها گزینش شماست، به اینها رأی بدهید. ولی به اینها که رأی بدهید مهم نیست، یا آدمی اون بالا نشسته که منتخب نیست، دستور و اجازه و از خداوند و امام زمان میاد به نام ولی فقیه، و او بر جان و مال و ناموس و زندگی شما و دولت شما چیره است. و اگر این رئیس جمهوری که شما رفتید و بهش رأی دادید صدای زیادی بلند بکند، اون رو هم خاموش میکنه که دیدیم کردند در دوره خاتمی و سپس هم در دوره آقای احمدی نژاد و امروز هم در دوره آقای روحانی. چنین می نماید که این جامعه پر از التهاب ایرانیان خارج از کشور این درس رو نیاموخته که بر سر دشمنی تنها با جمهوری اسلامی یا برای براندازی جمهوری اسلامی نمی توان یکی شد، متحد شد. باید دید چه می خواهیم براستی. ولی این روزها کارزاری در جریان است. چندین پرده اون تا حالا تا امروز برگزار شده که آخرین پرده اون در روز یک شنبه هفته گذشته، 30 تیر ماه، همین یک شنبه هفته گذشته که امروز چهارشنبه است، در کتابخانه ریگان در شمال شهر لس آنجلس به ابتکار وزارت امور خارجه آمریکا و تنی از ثروتمندان ایرانی برگزار شد و نزدیک به 1000 نفر در اون شرکت داشتند و در اون نشست سخنانی گفته شد. بله، این پیکره ایست از اون نشست. در این نشست آقای پومپئو وعده های زیادی داد و در پایان هم گفت انقلاب ما در ایران انقلاب خواهیم کرد، یا مردم ایران انقلاب خواهند کرد، و ما از کوشش شما برای دموکراسی و آزادی در ایران پشتیبانی میکنیم و کف زدن مکرر شرکت کنندگان در این نشست، که کسانی حتی پس از اون هم رفتن دیدار کردن با آقای پومپئو، شام خوردند و خب مانند بسیار چیزهای دیگری که در این کابینه آقای ترامپ گزارش اون به مردم داده نمیشه، مانند دیدار 2.5 ساعته او با آقای پوتین، گزارش دقیق این دیدار آقای پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا با این دستچین ایرانیانی که اونجا آمده بودند، دستچین هایی که رفتن شام خوردن، گزارشی داده نشده. آقای پومپئو، شاید خدا و شرکت کنندگان بدانند که در اونجا چه گذشت. ولی به هر روی روشن است یک کارزاری از چندی پیش آغاز شده. این کارزار برای یک پارچه کردن، متحد کردن مخالفان جمهوری اسلامی است. خود من هم بارها در این برنامه گفتم که زمان آن رسیده که ما یک جبهه گسترده متحدی از مخالفان جمهوری اسلامی ایجاد بکنیم. اما آدمی مانند من چشم‌اندازی رو دنبال میکنه. هر کسی نمیتواند در چنین کارزاری با من متحد باشه یا من با اونها متحد باشم. من نمیتوانم با گروه هایی که به یک پارچگی ایران باور ندارند، گروه هایی که در کارنامه تاریخی اونها نشانی از دموکراسی نبوده
یا به نقد خود ننشستم، با اونها کنار بیایم و فکر کنم که من دموکراسی رو در ایران آینده بر گور جمهوری اسلامی در کنار این نیروها خواهم ساخت. برخی میگویند که نه، مهم نیست، فعلا همه با هم یک پارچه بشویم، سرانجام سرنوشت رو مردم ایران تعیین خواهند کرد. و فراموش میکنند که این فریب تاریخی رو ما یک بار خورده ایم، یک بار این حرف رو شنیده ایم که فعلا شاه برود، بعدا می نشینیم رأی می دهیم که چه باشد. رأی هم دادیم، من ندادم ولی بیشتر مردم دادن، رأی به جمهوری اسلامی، رأی به آقای خمینی، چه با حضور خودشون در خیابان و چه در براستی صندوق رأی. و چنین هم شد، رفراندوم انجام دادن، رفراندوم برای پایان دادن به نظام پادشاهی و گزینش جمهوری اسلامی. کلاه رو سر ما یک بار گذاشتن، اگه دوباره میخواهید این کلاه گشاد بر سر شما گذاشته بشود بروید، ولی دیگران آدم های مانند من نمیتوانند این کلاه رو به سرشون بگذارند. کلاه گشاده، این کلاه بر کله من اگر برود چشم و دیدگاه من رو کور خواهد کرد. ما باید بدانیم که بر سر چه چیزی بناست با هم یک پارچه شویم، کنار هم قرار بگیریم. کارزاری آغاز شده، این کارزار خیلی پیشتر زمینه‌اش چیده شده بود ولی از 2 ماه پیش بالا گرفته، به این معنا که چند تنی از درون دولت تازه ایالات متحده آمریکا به ویژه پس از برجام، و این کارزار پس از نه برجام، پس از بیرون آمدن ایالات متحده آمریکا از برجام، از زمانی که آقای ترامپ اعلام کرد که دیگر متعهد به برجام نیست، از اون زمان آغاز شده براندازی جمهوری اسلامی به هر قیمت و با گرد هم آوردن گروه های گسترده از ایرانیان یا گروه های مخالف رژیم جمهوری اسلامی. این کارزار تنها در ایالات متحده آمریکا نیست، سرهای دیگری هم دارد. ولیعهد جوان عربستان، دولت آقای نتانیاهو، کشورهای امارات متحده عرب هم بخشی از این کارزار هستند. جای گفتگو نیست که رفتار ماجراجویانه جمهوری اسلامی زمین ساز چنین اتحادی بوده. این رو باید همواره به یاد داشت که دمل چرکین خود جمهوری اسلامی است. اما فراموش نباید کرد که برای مداوای این دمل چرکین پزشکانی گرده هم آمدن که بنا سر بیمار رو ببرن، که موضوعشون معالجه این دمل چرکین نیست. این دمل چرکین رو خوش خواهن کرد از راه بریدن سر بیمار، از میان بردن ایران، از میان بردن یک پارچگی ایران، ناتوان سازی ایران تا حدی که هیچگاه دیگر ایران نتواند در این خاورمیانه نفس بکشد، با جمهوری اسلامی یا بدون جمهوری اسلامی، دموکراتیک باشد یا نباشد، برای اونها تفاوت‌های چندانی ندارد. تصور نکنید که دولت عربستان سعودی دل مشغول دموکراسی در ایران است، یا شیخ‌های امارات حاشیه جنوب خلیج فارس، اینها دغدغه دموکراسی در ایران را دارند. اگر چنین بیاندیشید شما باید حتما پزشک یه روان پزشک رو ببینید، اگر فکر میکنید که عربستان و امارات دنبال دموکراسی در ایران هستند، آزادی مردم ایران رو میخوان. این کارزاری که آغاز شده، آمدن تقسیم کار کردن، یعنی آدم های گوناگون رو باشون تماس میگیرند، هر کسی هم نقش خودش رو ایفا میکنه. در 11 ماه ژوئن، نزدیک به 40 اندی روز پیش، نشستی در واشنگتن برگزار شد به ابتکار چند گروه با میزبانی و گردانندگی یکی از دارندگان و برنامه سازان یکی از تلویزیون های لندن. ایشان هم در واقع این جلسه را اداره می کردند و در این نشست گروه های قومی در کنار گروه های غیر قومی جمع آمده بودند و ایشان بنا بود وصله بزنند به این ماجرا، که خب ماجرا بالا گرفت. بنا بود در این نشست آقای بولتون شرکت کنند و اون سیبیل های بسیار بسیار دیدنی.
این آقای بولتون آدمی است که از زمانی که نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل در دوران آقای جورج بوش بوده، از اون زمان هوادار براندازی خشمالود و پر از جنگ و ستیز جمهوری اسلامی است. یعنی خواهان براندازی بوده، رژیم چینج بهش میگفتند. یعنی همون گونه که در عراق رفتن و به قول خودشون رژیم چینج یا براندازی رژیم رو انجام دادن در عراق و دموکراسی برای مردم عراق و ارمغان آوردن، با شوخی این رو البته میگویم که امروز ما میوه های این دموکراسی رو هر روز بیش از پیش میبینیم، بنا بود از همون راه هم بروند به طرف ایران و دموکراسی شبیه عراق و لیبی و سوریه رو به ایران هم ارمغان بیاورند و ما رو هم شادمان بکنند که ما هم مانند عراق، مانند سوریه، مانند لیبی آزاد شدیم و دموکراسی رو داریم طعمش رو میچشیم، لذت میبریم از زندگی دموکراتیک مانند مردم لیبی که از این دموکراسی اصلا سرمست هستن، نمیدونن چه بکنند. و به همین دلیل هم چون سرمست از این دموکراسی هستن، کشتی کشتی پناه میبرن به ایتالیا و فرانسه و مالت و جاهای دیگر رو در مدیترانه غرق میشن از میزان عشق به این دموکراسی که غرب براشون در لیبی به وجود آورده و دولت قذافی رو برانداخته. عراق هم همین گونه این همه پناهندگی به دنیا داده، سوریه که جای خودش داره، نیمی از این کشور خالی شده، صدها هزار نفر کشته شدند و به جایی رسیده که برخی میگویند حالا همین بشار اسد رو حفظ کنیم که دست کم کشور حفظ بشود. این دموکراسی زیبا رو بناست به ما هم ارمغان بکنند. این است که تقسیم کار کردند. نخست این نشست قومگرایان، یعنی نشست با قومگرایان که برخی از اونها آشکارا خواهان تجزیه هستند، در واشنگتن روی داده. اندکی پس از اون در ماه سیوم ژوئن، در نهم تیر ماه، نشست سالیانه سازمان مجاهدین غرق در پاریس برگزار شد. آقای جولیانی و تنی چند دیگر از رهبران سیاسی آمریکا، ولی اینجا آقای جولیانی در کنار کسی که ایشون اعلام کرده که جانشین قوی، یک آلترناتیو قوی برای جمهوری اسلامی است که میتواند دموکراسی رو به ایران بیاورد، امیدواری اعلام کرده که مریم رجوی به عنوان شخص اول حکومت ایران جانشین آیت الله خامنه ای شود. آقای جولیانی برای مردم ایران، 80 میلیون ایرانی، خانم مریم رجوی رو جایگزین آقای خمینی کرده. و اعلامیه، البته پیکری که میبینه، قهقهه آقای جولیانی خیلی چندین سال پیش در کنار مریم خانوم هست. ایشون سال هاست از سازمان مجاهدین حقوق میگیرند. این هم که سازمان مجاهدین اعلام کردن که اینها از راه عشق و علاقه برای ما آمدن، خود آقای جولیانی گفته نه، من پول گرفتم رفتم اونجا. اعلام کرده، این در نیویورک تایمز آمده، ایشون اعلام کرده بنده پول گرفتم رفتم در این نشست برای ساختن دموکراسی در ایران. ببینید، این آقای جولیانی مشاور بلندپایه دولت آقای ترامپ، وکیل خصوصی شخص آقای ترامپ هست. ایشون رفته پاریس و در پاریس اعلام کرده که بدیل آینده ایرانی سازمان مجاهدین هست. در همون زمان تقریبا در واشنگتن نشستی برگزار میکنند و چند ژنرال بازنشسته که اونها هم از پیرامونیان آقای ترامپ هستند، در این نشست شرکت میکنند و میگویند ما میخواهیم دموکراسی در ایران بیاوریم. سپس در دفتر کار آقای نوریزاده، و این برای من در شگفت آوره، در دفتر کار آقای نوریزاده، آقای شاهزاده رضا پهلوی با رهبر دو حزب کرد که هر دوی اونها در برنامه‌هاشون گفتند که یک نوع دولت فدرال در ایران میخواد و میخوان ایران تقسیم بشود به واحدهای فدرال و سرانجام هم کردستان حالت استقلال مانند اقلیم کردستان عراق پیدا بکنه، یعنی با آقای هجری و آقای مقتدی در دفتر آقای نوریزاده دیدار کردند. این اسنادی است که اعلام شد، تا جایی که خود این دو حزب
اعلامیه بیرون دادن که سخنانی که آقای نوریزاده در برنامه تلویزیونی گفته که رهبر حزب دموکرات کردستان یا آقای مهتدی، یکی از این دو کومله، به آقای رضا پهلوی گفتن شما جناب شاهزاده سری بیایید به مریوان، سری بیایید به طرف کردستان، مردم اونجا شما رو پادشاه خواهند کرد. اینا گفتن ما همچین حرفی نزدیم، ولی دیدار رو انجام دادن و تفاهم هم نرسیدن، چون دست کم این رو باید شادباش کش به آقای رضا پهلوی که ایشون زیر بار درخواستای قومی اونها نرفته، یعنی نپذیرفته که ایران باید واحدهای قومی داشته باشد. حالا چرا رو من جزئیات رو نمیدانم، چون هیچ یک از شرکت کنندگان در این نشست راستی ها رو با ما در میان نگذاشته. ما اصلا خبر نداشتیم که آقای رضا پهلوی در این دیدار با رهبر حزب دموکرات کردستان و رهبر کومله دیدار کرده. اصلا هیچ گزارشی از این موضوع منتشر نشده تا جایی که خود حزب دموکرات کردستان اعلامیه داد و تکذیب کرد حرفای آقای نوریزاده رو، ولی گزارش این نوع دیدارهای محرمانه در هیچ کجا نیامده. میخواهند دموکراسی شفاف برای آینده ایران بسازند، ولی چیزی که در این کارزار نیست شفاف بودنه. نشست‌های محرمانه برگزار می‌شود و در این نشست‌های محرمانه کوشش می‌کنند یک نوع تفاهمی را ایجاد بکنند. جالب اینجاست پادرمیانی دولت ایالات متحده آمریکا از راه آقای جولیانی و گینگریچ و دیگران و حتی چند نفر از دموکرات‌ها، فرماندار پیشین یکی از ایالات آمریکا نیومکسیکو، ایشان هم در اون نشست بوده، اونها مجاهدین رو برجسته می کنند. در دفتر کار آقای نوریزاده که نشست واشنگتن رو برگزار کرده بود با قومی ها، دو حزب اصلی کردستان که اینها کانون پیدایش این کنگره ملل فدرال هستند دیدار می کنند. و از اون دردناکتر این است که آقای رضا پهلوی در یک مصاحبه با صدای آمریکا تقریبا آب پاکی به روی سازمان مجاهدین می ریزد. می گن که اگر اینها بیان به بپذیرند اصول دموکراسی رو با اونها میشه کار کرد. اجازه بدید به این سخنان ایشان، این بخش سخنان ایشان که جناب کارگردان فراهم کردن آماده کردن گوش بدهیم. خود سازمانی و اصول رعایت اصول رو میدن که برخلاف تمام روشهایی که تا به حال به کار بردن مثل هر کسی دیگه به شکل مساوی و بدون تعیین خط مش از قبل در یک راستایی که بتونه نهایتا برسه به اینکه صندوق رای بشه مسئله نتیجه، هر نیروی مجاهدین که به جای خود هر نیرویی که به این اصول اعتقاد داشته باشه ما نمیتونیم از گردونه خارج بکنیم. خب نیک بنگرید، ایشان میگویند که اگر مجاهدین بپذیرن دست از سر یک سری ادعاها بردارن، بپذیرن اصول دموکراسی رو، با اونها میشه کار کرد. خب با آقای خامنه‌ای چرا نمیشه کار کرد؟ با آقای روحانی چرا نمیشه کار کرد؟ اگه اونها هم بپذیرن با اونها هم میشه کار کرد. شما آیا تمام پیشینه یک گروه رو به کنار میگذارید؟ 40 سال باورهای یک گروه رو به کنار میگذارید؟ رفتار اونها رو با مخالفان خودشون، کشتار درونی خودشون و از دست دادن این همه جوان فداکار رو در جنگ با ایران، اینها رو کنار میگذارید، همکاری اونها رو با دولت بعثی عراق همه رو فراموش میکنید، تنها چیزی که میخواهید یک ضمانت محضری است که اینها از فردا دیگه خانم مریم رجوی به دموکراسی باور داره و میگه نه رئیس جمهوری هم اونقدر مهم نیست، اساسا میپذیرید. پس هر متجاوزی به حقوق بشر، هر متجاوزی به دموکراسی، هر آدمکشی در هر گوشه جهان اگر بیاید و اعلام بکند که از امروز من هوادار دموکراسی هستم، با اینها می شود همکاری کرد. پیشینه مهم نیست. نه، جناب شاهزاده رضا پهلوی چنین نیست. افراد با کولبار پیشینه در این کارزارها شرکت می کنند و اگر هم به دموکراسی پیوستند باید بروند و در زندگی آینده خودشون در چندین سال این رفتار رو به مردم نشان بدهند و پوزش بخواهند و بگویند که ما کار نادرست کردیم و این اسناد درونی ماست و دیگر چنین نخواهیم کرد. تنها به شما تعهد بدهند که ما دموکرات شدیم و اینها هم در جبهه شرکت خواهند کرد. اینها فشار دولت آمریکاست. اینها حرفای خود آقای رضا پهلوی نیست. فشار دولت آمریکا در این است که یک جبهه گسترده‌ای از مخالفان جمهوری اسلامی از هر قلتشن و از هر گروهی به وجود بیاورد
و فشار رو بر جمهوری اسلامی برای گرفتن امتیاز از جمهوری اسلامی افزایش بدهد. فکر نکنید به دنبال دموکراسی در ایران هستند، نه، این رو اشاره خواهم کرد. موضوع فشار بر دولت ایرانه، همون هوراهایی، همون هوارهایی که برای برانداختن دولت کره شمالی میکشیدند، یک بار این جوان جنگ افروز کره شمالی رو تبدیل کرد به یکی از شخصیت های برجسته جهان که بناست با دولت ایالات متحده آمریکا بر سر یک سفره بنشینند و با هم نان و نمک بخورند و اصلا دموکراسی رو در جهان گسترش بدهند. حرفایی که زده می شود، تردید نداشته باشید فردا اگر امتیازی از خود جمهوری اسلامی بگیرند با همین حکومت کنار خواهند آمد. این که می گویم نه به دلیل این است که من بدبین به این حکومت هستم، نه، من فکر می کنم هر دولتی در جهان به دنبال منافع ملی خودش است. هیچ دولتی در جهان داغدار دموکراسی در دیگر کشورها نیست، اگرچه برای بسیاری از این دولت ها مانند دولت ایالات متحده آمریکا، دولت های اروپایی، ساختارهای دموکراتیک در کشورهای دیگر به سود روابط اقتصادی هم هست. جای تردیدی در این نیست که کشوری مانند ایالات متحده آمریکا ترجیح میدهد که در کشورهای خاورمیانه دموکراسی برقرار بشود، اما دغدغه اونها دموکراسی نیست، دغدغه اونها منافع ملی است. یکی از سیاستمداران نامآور بریتانیا که نزدیک شاید به 50 سال در سپهر سیاست این کشور بوده و به نادرست برخی فکر میکنند این عبارتی رو که میخواهم بگویم چرچیل گفته، چرچیل از او وام گرفته، عبارتی گفته که من اجازه بدید نخست به انگلیسی بخوانم و سپس برگردان اون رو به فارسی. میگوید که We have no eternal allies and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow. ما متحدین ازلی یا بی پایان نداریم و یا دشمنان همیشگی هم نداریم. منافع ماست که فنا ناپذیر و همیشگی است و پیروی از آن منافع وظیفه ماست. این نگاه فرمان روایان هر کشور باید به سیاست خارجی اون کشور باشه و درست هم است. کشورها دشمنان و متحدین دائم ندارند، منافع دائم دارند و در این منافع می توانند گاه با یک همسایه با کشوری گلاویز بشوند، گاه می توانند با کسان دیگر متحد بشوند. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، کشورهای غربی در جنگ جهانی دوم با دولت استالین متحد شدند و درست هم بود این اتحاد. ایران هم پل پیروزی اونها شد، ولی اندکی پس از پایان جنگ جهانی دوم بلوک کشورهای زیر سایه دولت اتحاد جماهیر شوروی در برابر دولت ایالات متحده آمریکا و متحدین او ایستاد و به همین دلیل هم پیمان ناتو و پیمان ورشو به وجود آمد. دشمنان هم شدند تا سرانجام پس از سالها جنگ سرد دیوار برلین فرو پاشید و اتحاد جماهیر شوروی از میان رفت. ولی این اتحادها اتحادهای دائمی نیست، دشمنی های دائمی هم نیست. بناست که کشورها بر پایه منافع ملی با یکدیگر روابط داشته باشند. ایالات متحده آمریکا دارای منافع ملی است. منافع ملی اون در این است که دولت جمهوری اسلامی یا از میان برود یا ناتوان بشود. منافع ملی اسرائیل در این است که دولت بشار اسد مهار بشود، نه اینکه از میان برود. هیچگاه هوادار از بین رفتن دولت بشار اسد نبودند، همیشه خواستن اون بماند به گونه ای مهار بشود، ولی ایران در اونجا نباشد، ایران از اونجا برود. ایران دشمن سرسخت اسرائیل هست و به درستی دولت اسرائیل پافشاری میکند که دست ایران باید از سوریه کوتاه شود. دشمنی که روشن است که ریشه های کهن داره. از این رو کسانی که دارن دوباره فریب این نوع کارزار رو میخورند و فراموش میکنند که پس از پیمان گوادالوپ بود، پس از کنفرانس گوادالوپ بود که دولت های غربی پذیرفتند که شاه باید برود و خمینی
دولت مذهبی بر سر کار بیاید و آقای هایزر رو به ایران روانه کردن که شاه رو از ایران خارج بکنه. فراموش کردن این موضوع رو. یک ژنرال آمریکایی به ایران آمد و به شاه گفت شما باید بروید، چمدانتون رو ببندید، فردا باید ایران رو ترک کنید. حالا به همین دولت آمریکا که در اون هنگام دنبال یعنی در واقع چشمانداز دموکراسی رو در دنیا بیشتر از امروز دنبال میکرد، به همین دولت آمریکا امیدوار هستند که برای ایرانیان دموکراسی به بار بیاورد. آدمهایی که میگفتند کارتر شاه رو برانداخته، حالا میگویند که این رئیس جمهور جدید میخواد دموکراسی در ایران به بار بیاره. و فردا که این رئیس جمهور جدید به دولت ایالات متحده آمریکا بر سر مسئله یا با ایران کنار بیایند و یا به دنبال تجزیه ایران بروند، همین آدم ها دوباره فریادشون به آسمان خواهد رفت. نگاه کنید به این نشست ها، نگاه کنید به این جبهه هایی که دارن درست میکنن، گروه های قومی از یک سوی، سازمان مجاهدین از سوی دیگر، دیدار یعنی امتیاز دادن به شاهزاده رضا پهلوی از یک سوی و سرانجام سفر آقای پومپئو به لس آنجلس و دیدار با مشتاقان و دلسوختگان براندازی جمهوری اسلامی در کتابخانه ریگان، همه اینها بخشی از یک برنامه عمومی است. این برنامه عمومی معلوم نیست که دموکراسی به ایران بیاورد. نه، معلوم هست که دموکراسی به ایران نخواهد آورد. کسانی که میخواهند دموکراسی در ایران بر گرده آقای هجری و مهتدی و احزاب قومگرا انجام بشود، یعنی تجزیه ایران قطعی بشود، دموکراسی به ایران نخواهند آورد. زنده یاد داریوش همایون در آخرین گفتگوی تلویزیونی که در با همین آقای فروزنده که در این تلویزیون بودند انجام داد، گفت اگر برویم پای این نوع کارزارها، ایرانی باقی نخواهد ما که بتوانیم در اون دموکراسی بسازیم. داریوش همایون تا پایان عمر هوادار پادشاهی در ایران بود و من اون رو می ستایم که چنین سخنی رو، من جمهوری خواه می ستایم که چنین سخنی رو در پایان عمر گفت، در پایان زندگی. البته بیمار هم نبود که در گذشته ها یک رویداد ناگوار در خانه او انجام رویداد که به مرگ او انجامید، ولی درست فهمیده بود. اون پوششی برای براندازی جمهوری اسلامی که از راه قومگرایی انجام بشود، به دموکراسی در ایران نخواهد انجام. سازمان مجاهدین خلق مبشر دموکراسی در ایران نیست، مبشر یک فاجعه پلیدتر از جمهوری اسلامی است. من بارها گفتم که من اگر مجبور باشم که بین این دو گزینه یکی رو بر دیگری برتر بدانم، یعنی به من بگویند که یا ادامه ولایت فقیه ولی فقیه در ایران یا سازمان مجاهدین در ایران به قدرت خواهد رسید، من تردیدی نداشته باشید، بیدرنگ میگویم همین اوضاع رو حفظ کنید، مبادا این دستگاه مجاهدین خلق بر سر کار بیاید که 10 بار پلیدتر از گروه کنونی که بر سر کار است با مردم ایران رفتار خواهد کرد، با مخالفان خود رفتار خواهند کرد. اینها رو میخوان کنار هم قرار بدند و به این میگویند سازوکار دموکراسی در ایران. آقای جولیانی مشاور آقای ترامپ میرود و پیکره در کنار خانم مریم رجبی، پیکره او در روزنامه ها چاپ میشود و اعلام میکند که ایشون شخص اول مملکت در آینده خواهند بود، ایشون جانشین آیت الله خامنه‌ای خواهند بود و ترامپ از شما پشتیبانی خواهد کرد. و آقای پومپئو میآیند در لس آنجلس، در شمال لس آنجلس، به ایرانیان دلسوخته و شیفته دموکراسی، حالا تا چه اندازه واقعا برخی از اونها باشند، پیام میدهد که ما انقلاب خواهیم کرد در ایران و مردم ایران چنین کاری رو انجام خواهند داد و ما هم در این کار درگیر خواهیم بود. چیزی که در این میانه فراموش شده، این مردم ایران هست. بناست در خارج از ایران از راه حزب دموکرات کردستان، کوموله، بازمانده رژیم گذشته ایران، عده ثروتمندان و توانگران ایرانی لس آنجلس،
آدم های سرشناخته جنوب کالیفرنیا و سازمان مجاهدین خلق از این مجموعه بناست برای ما دموکراسی بسازند. کسانی که در این بازی درگیر نیستن اونهایی هستن که در گودال مبارزه، در میدان مبارزه در ایران هستن، اونهایی که جانبازی میکنند، کوشش میکنند، فداکاری میکنند و زندان میروند برای از کنار نهادن یک روسری. اونهایی که مانند، نام نمیارم که اونها رو گرفتار کنم، آن روزنامه نگاری که به 10 سال زندان محکوم میشود، آن وکیلی که به جرم دفاع از یک موکل به زندان میافتد، آنهایی که در زندان اعتصاب غذا میکنند، اینها به کنار، اینها نیستند جایگزین های دولت جمهوری اسلامی. این دستچین شدگان، خانم مریم رجبی و این سپاهی که در دست دارد و پولی که در دست دارد و سازمان های قومی و این گروه های مثلا لس آنجلسی و غیره، اینها در واقع بناست که دموکراسی رو برای ایران بسازن. آقای جورج بوش این کار رو در عراق کرد و آقای چلبی رو با هلیکوپتر وارد بغداد کردن که دموکراسی رو در بغداد بسازه. بعدها معلوم شد این آقای چلبی اصلا آدم ایران بوده و دوام نیاورد. فکر میکنم 40 روز 50 روز بیشتر نتوانست در عراق باقی بمانه. خب این بناست مدل دموکراسی در آینده ایران باشه. ببینید همیهنان گرامی، من بند وجودم خواهان پایان یافتن این حکومت دینی در ایران است. من سخت پایبند دموکراسی در ایران هستم. من بیشتر زندگی خودم رو در بیرون از ایران گذراندم، در دموکراسی ها زندگی کردم و به راستی دلم میخواهد در این دههای پایانی زندگی در ایران زندگی کنم، به دور از بیم و هراس گرفتار شدن و زندان رفتن، و دلم میخواهد دموکراسی در ایران بیاید. و بر این باور هستم که این دموکراسی هرگز از دل اصلاحات در ایران به دنیا نخواهد آمد. جمهوری اسلامی هیچ امکان دموکراتیزه شدن و اصلاحات رو ندارد. این دوران به پایان رسیده، کوشش های انجام شد و این کوشش ها ناکام ماند و تمام شده. این جمهوری اسلامی باید پایان پذیرد. باید مردم ایران در یک چالش بزرگ اجتماعی این حکومت رو به پایان برسانند. در این جای گفتگو نیست، ولی جایگزینی آینده ایران، جایگزینی فرمان روایان آینده ایران در راهروهای وزارت امور خارجه آمریکا، در راهروهای وزارت دفاع آمریکا، در پارلمان اروپا، در نشست‌های نمایندگان مجلس بریتانیا تعیین نخواهد شد. این رو مردم ایران باید تعیین کنند، مردمی که یک بار این آزمون رو انجام دادند و انقلاب مشروطه کردند و مجلس مشروطه ایجاد کردند، مردمی که یک بار دیگر در دوران زمامداری زندیات محمد مصدق یک آزمون دموکراتیک رو برای 27 ماه به چشم دیدند. این مردم می توانند یک بار دیگر هم از دل این کوشش های درون ایران با پشتیبانی ایرانیان خارج، جای گفتگو نیست، دموکراسی بسازن. نه دموکراسی که خانم مریم رجبی یا آقای مقتدی یا آقای هجری میخواهند، یا این آدم هایی که برخی از اونها در لس آنجلس با شور و شوق رفتن و شام خوردند و پیرامون آقای پومپئو گرد آمده بودند و امیدوار بودن ایشان با انقلاب برای مردم ایران انجام بدن. نه، آینده ایران رو مردم ایران باید بسازند. و من سخت هوادار این هستم که دولت ایالات متحده آمریکا، نهادهای مدنی آمریکا، دولت‌های اروپایی، همه تشنگان دموکراسی در جهان از این کوشش مردم ایران پشتیبانی کنند، اما دولت برای ما نسازند، آلترناتیو از بیرون درست نکنند، از پیش تعیین نکنند چه گروهی بیشتر با اونا همراه خواهد بود، آدمشون رو نفرستن با گرفتن پول به پاریس که با خانم مریم رجبی بنشیند و بگوید که شما رئیس جمهور آینده و همه کاره آینده ایران خواهید بود. چرا؟ چون شما در درازای زندگی وفاداری خودتون رو به دموکراسی نشان دادید. جدا؟ در کجا؟ در رفتار درونی سازمان مجاهدین؟
در رفتار بیرونی این سازمان آقای هجری و مقتدی وفاداری خودشون رو به دموکراسی در رفتار درونی و بیرونی گروه نشان دادند، به تمامیت ارضی ایران، به یک پارچگی ایران جدا وفادار هستند. فکر می کنم اینها دنبال منافع گروهی خودشون هستند. من شادمان هستم از اینکه دولت ایالات متحده آمریکا فشار خودش رو بر جمهوری اسلامی افزایش داده، ولی پرسشی دارم از شما شرکت کنندگان در دیدار با آقای پومپو. یادآور شدید به ایشان که بخشی از این فشار به ایران نباید جلوگیری از سفر ایرانیان به ایالات متحده آمریکا باشد؟ یادآور شدید که بسیاری از این ایرانیان که زیر فشار جمهوری اسلامی هستند، خواهان گرفتن ویزا برای دیدن خویشاوندانشون در ایالات متحده آمریکا هستند؟ چرا ایرانیان رو جلوگیری میکنید که به آمریکا بیاد؟ اینها تروریست هستند. این ایرانیانی که میآیند برای کار پژوهشی، برای برنامه‌های حتی تفریحی میخواهند به خارج از ایران بیایند و جلوگیری میکنید، اینها تروریست هستند که جلوی اونها رو گرفته اید؟ این رو یادآور شدید؟ اجازه بدید که سخن خودم رو با سروده‌ای زیبا از حافظ پایان بدم. میگوید که ساقی ار باده از این دست به جام اندازد، عارفان را همه در شرب مدام اندازد. ای خوشا دولت آن مست که در پای حریف، سر و دستار نداند که کدام اندازد. و این بخش آخر پیام من به این هممیهنان گرامی است که در این نشست ها شرکت می کنند. باده با محتسب شهر ننوشی زینهار، بخورد باده تو سنگ به جام اندازد. تا هفته آینده، روز روزگار بر شما خوش باد.